اینجا دفتر انتشاراتی پرومتئوس از بزرگترین انتشارات هلندی است که روز جمعه 26 ماه سپتامبر از اهل ادب دعوت کرده بود تا در مراسم رونمایی کتاب تازه قادر عبدالله حضور داشته باشند. رمان جدیدی این نویسنده ایرانی تبار هلند با عنوان پرواز توتی بر فراز رودخانه آیسل از امروز در دسترس دوستداران قلم او قرار دارد. قادر عبدالله در هلند و اروپا به عنوان تصویرگری مسائل مهاجرت شناخته شده است. رمان اخیری او نیز قصه سکونت یافتن چند خانواده مهاجر در یکی از سنتی ترین محله های هلند است. En ik zie hem bijna elke dag, maar ik had dat nog nooit zo direct gevraagd. در این مراسم بهار عبدالله دختر بزرگ نویسنده و یکی از ویراستارهای این رمان از آرزوی بزرگی پدرش گفت، نوشتن به هلندی. قادر عبدالله تا به حال ده ها رمان و مجموعه داستانهای کوتاه خود را به هلندی چاپ کرده است. چند ماه پیش وقتی این نویسنده ایرانی ناشر خود را بعد از سالها همکاری تغییر داد، بحث و گفتگوهای زیادی در رسانه‌های هلندی در گرفت. در توضیح این موضوع قادر عبدالله در این مراسم گفت دلیل این کار شخصی بوده و او هم با ناشر قبلی و هم با ناشر جدیدش پرومتئوس همکاری موفقیت‌آمیز داشته است. کتاب جدید من درباره این تغییر، این عوض شدن و این شکل دیگری در آمدن هلند، اروپا و ماست. و در این زمانی که گذشته چیزی حدود 35 میلیون مهاجر مثل ماها، یعنی با یک بک‌گراند اسلامی، فرهنگ شرقی وارد اروپا شدن و این همه چیز عوض کرده، حتی هلندی‌ها هم عوض کرده. هلندی‌ها معروف بودند به مردمانی که جای زیاد دارن برای دیگران، مردمانی که اندیشه های باز دارن برای دیگران. این اندیشه باز باقی است، ولی بعد از 11 سپتامبر در آمریکا همه چیز عوض شده، حتی در کشور ما هم همه چیز عوض شده. و من در این کتاب این تغییر را و تغییر در زندگی زنان من، منظور من فقط زنان ایرانی نیست، زنان عرب، زنان مصری، زنان الجزایری، مردان الجزایری، مردان ترک، مردان قبرسی که همه میان توی اروپا، دارم داستان اونا رو میگم و داستان بچه هاشون. و از این نظر برای من، برای خودم، برای ادبیات هلند و برای ادبیات اروپا کتاب مهمیه. یوب لیسمن، مدیر تحریریه انتشارات پرومتئوس، رمان اخیر قادر عبدالله را ویرایش نهایی کرده و میگوید قادر عبدالله سبک و قلم خاصی دارد که برای خوانندگان هلندی جذاب است. زبان فارسی نمیدانم و ادبیات فارسی زیاد نخواندم تا بتوانم از تاثیر آن بر کارهای قادر عبدالله بگویم، اما میدانم که او با خود دانش عمیقی از ادبیات و هنر ایرانی آورده و آن را در دسترس خوانندگان هلندی و دیگر کشورها قرار می‌دهد. نوشته‌های قادر عبدالله در ادبیات هلندی نقش مهمی دارند و برای همین است که کارهایش را در هلند دوست دارم. قادر عبدالله در این مراسم گفت از روزی که نوشتن به هلندی را شروع کرده عادت دارد از افراد دوروبر خود و حتی افرادی که نمی‌شناسد کمک بگیرد تا جمله‌هایش را بازنگری کند. او در کنار چند تن از دوستان و نزدیکان خود از دان فن داوفن ورده، دانشجوی هلندی نام برد که بخش‌هایی از رمان جدیدی او را بازخوانی و بازنویسی کرده است. از من خواستند که بخش‌های 8 تا 10 این رمان رو بخونم و بررسی کنم. متن تنها در برگیرنده تصاویر ذهنی نویسنده بود و جمله‌ها اونی نبودن که ما در کتاب‌های منتشر شده می‌بینیم. وظیفه من این بود که جمله‌ها رو منظم کنم.
So I was asked to pay attention to the details and transform the thoughts into sentences that readers would appreciate. در این مراسم چهره‌های ادبی، سیاسی، هلندی و هم چهره‌های شناخته شده ایرانی مقیم هلند حضور داشتند. الکساندر پختولد نماینده حزب دموکرات هلند از فعالیت‌های قادر عبدالله و تلاش او در ایجاد تصویر درست از وضعیت مهاجران در اروپا گفت. قادر عبدالله نیز ضمن تشکر از پشتیبانی‌های الکساندر پختولد برای بهبودی شرایط مهاجرت و توجه ویژه او به این مسئله، اولین نسخه این رمان رو به او تقدیم کرد. ببینید، نویسنده محبوب من آقای دولت آبادی، نویسنده محبوب من آقای گلشیری، نویسنده محبوب من نویسنده های ایرانی دارن دیگه مو و سر و سبیل و همه را سفید کردن که کتاباشون رو درارن بیرون. کجا جایی برای قادر عبدالله هست؟ برای قادر عبدالله هست که کتاباشو در بیاره، و اون هم کتابهایی که اوریان بر علیه این رژیم صحبت میکنه. من حرف زشت نمیزنم، من واقعیت رو میگم، من تاریخ رو تعریف میکنم. یک کمی بیشتر از انسان ایرانی شدم، یعنی خودم، چون انسان ایرانی رو الان زیر فشار گذاشتن، نمیتونه کاملا خودش بشه. ولی من این از زندگی تشکر میکنم که این فرصت رو به من داده که از آزادی استفاده کنم و یک انسان کامل ایرانی باشم.